ایده شرکت‌های دانش‌بنیان طرحی جدید برای کسب و کارهای مبتنی بر علم و فناوریه. با یکی از این شرکت‌ها که ساخت تجهیزات کنترل خطوط انتقال برق رو در دستور کار داره، بیشتر آشنا میشیم. هدف ما به کارگیری تکنیک‌های روز دنیا در این صنعت داخل کشورمون هست. این شرکت تاکنون چند محصول فناورانه رو اختراع یا بومی سازی کرده. یکی از این محصولات دستگاه اندازه‌گیری ولتاژ فشار قویه. ویژگی خیلی مهم این دستگاه اینه که دو کار است همزمان، یعنی هم ولتمتر هم اصطلاحاً فازمتر دوبله یا رنگمتر. و اتفاقی که میفته این دستگاه با اتصالش به خط فشار قوی یا به هادیهای فشار قوی ولتاژ رو قرائت میکنه روی گیرنده‌ای که ارتباطش با گیرنده ارتباط وایرلسه. محصول بعدی این شرکت نشتیاب اولتراسونیکه، دستگاهی که در خطوط گرم و بدون نیاز به خاموشی تجهیزات معیوب خطوط انتقال رو پیدا میکنه. از طریق این گیرنده‌ای که اینجا وجود داره فرکانس نویزی که روی خطوط شبکه تولید میشه رو دریافت میکنه و این فرکانس ها تبدیل میشن به فرکانس شنیداری و فرکانس تصویری. و محصول دیگه شرکت تستر سیستم های فشار قوی 20 کیلوولته. در اصل این روش به جای روش سعی و خطا یا روش سویچینگ زیر اتصالی تو شبکه است. سویچینگ زیر اتصالی صدمات زیادی رو به شبکه میزنه. مثل این میمونه که ما همون کار بخش بخش رو انجام میدن ولی با وصل فیدر این کار انجام میشه. وصل فیدر مثل این میمونه که شما یه انرژی خیلی زیادی شبیه سائقه رو شبکه تخلیه کنی، این به تمام تجهیزات شبکه صدمه میزنه. میتونم بگم که این محصول صرفاً برای ایرانیه، یعنی ساختش ایرانیه و یه محصول 100% جهانیه. یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی توجه صنایع کشور به خرید محصولات داخلیه. صنعت میتونه با حمایت از مخترعان و شرکت‌های دانش‌بنیان رونق رو به اقتصاد هر کشوری بیاره. مهدی صادقی، خبر جامعه.